بسم الله الرحمن الرحیم. جایگاه و ارزش علم به اسماء و صفات الهی. بدون تردید شناخت نام‌های حسنای الله تعالی دانش با ارزش و مهم و بلکه فقه اکبر است و پیش از هر نوع علمی داخل در این سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم است که فرمودند من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. کسی که الله متعال به او اراده خیر کند وی را دانشمند در دین می گرداند. این دانش بهترین دانشی است که روح و روانها مشغول به کسب آن شده اند و برترین علمی است که خردمندان و راهنمایان برای تحصیل آن تلاش نموده اند و بلکه هدفی است که سبقت کرندگان به سوی آن از یک دیگر پیشی گرفته اند و نهایتی است که رقابت کنندگان برای کسب رسیدن به آن با یکدیگر رقابت کرده اند. این دانش پایه رسیدن به الله عزوجل و مقدمه و درآمد محکم و استوار برای کسب محبت و رضایت او تعالی و صراط مستقیم برای هر کسی است که الله متعال و ای را دوست بدارد و برگزیند. همان گونه هر بنای پایه و اساس دارد، پایه و بنیان دین ایمان به الله و اسماء و صفات اوست و هر اندازه به این پایه و اساس محکم و استوار باشد به همان اندازه بنای دین را با قوت و ثبات بیشتری نگه می دارد و از تخریب و سقوط در امان می ماند. ابن قیم رحمه الله می گوید هر کس که قصد بلند کردن و بالا بردن بنایش را دارد باید پایه و اساسش را محکم و استوار سازد. بنابراین فرد آگاه تمام تلاشش را به منظور استحکام پایه و اساس به کار می گیرد. ولی انسان نادان بدون اینکه پایه و اساس را محکم کند بنا را بالا می برد و در نتیجه بنایش نابود خواهد شد. الله سبحانه و تعالی می فرماید افمن اسس بنیانه على تقوى من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم. آیا کسی که اساس و بنیان آن را بر دست از الله و خوشنودی او بنا کرده بهتر است یا کسی که اساس و بنیان آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نهاده است سپس ناگهان با او در آتش جهنم فرو ریزد؟ از این رو پایه و اساس برای بنای اعمال به مانند قوت و نیرو برای بدن انسان است. اگر توان و نیرو انسان زیاد باشد بدن را حفاظت می کند و از بسیار آفات و بیماری ها در امان می ماند. ولی اگر توان و نیروی نداشته باشد نمی توان بدن را نگه دارد و آفات و بیماری ها زودتر به آن سرایت کند. پس بنیان دینت را بر استحکام و استواری اساس ایمان برپا کن که هرگاه بخشی از آن تخریب شود اصلاح و تعمیر آن بخش برای تو آسان‌تر و از تخریب پایه و اساس خواهد بود. این پایه و اساس دو مورد است. مورد اول صحت شناخت نسبت به الله و امر اسماء و صفات. مورد دوم فرمانبرداری محض و خالص برای الله و پیامبرش. این محکمترین پایه است که بنده می توان بنای دینش را بر آن استوار سازد و بر این اساس هر اندازه که بخواهد آن را بالا ببرد. به همین سبب دلایل فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که اساس و اصل مذکور را تایید و اثبات می کند و حتی می توان گفت که در تمام آیات قرآن نامی از اسمهای حسنا و صفات والای الهی آمده است که بروشنی بیانگر اهمیت علم با آنها و نیاز ضروری و شناخت این اسما و صفات است. و چرا این ارزش و جایگاه رفیع را نداشته باشد در حالی که هدف خلقت انسان هاست و مردم برای تحقیق آنها آفریده شده اند. بنابراین توحیدی که الله متعال مخلوقات را برای آن آفریده بر دو نوع است. نوع اول توحید معرفت و اثبات که شامل ایمان به ربوبیت و اسماء و صفات الهی می شود.
نوع دوم توحید اراده و طلب، یعنی همان توحید عبادت. آیه زیر بیانگر نوع اول است. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله همان ذاتی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را آفرید و فرمان الله پیوسته در میانشان نازل می شود تا بدانید که الله بر هر چیزی تواناست و اینکه علم الله به هر چیزی احاطه دارد. و این آیه بر دو نوع دلالت می کند. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. مخلوقات بدین منظور آفریده شده اند که نسبت به الله متعال شناخت حاصل نمایند و پس از آن عبادت کنند و از این رو توحید علم و عمل است. در قرآن کریم آیات فراوان وجود دارد که دستور به فراگیری این علم شریف و توجه به این اصل مهم و بزرگ می دهد. از جمله فاعلموا ان الله عزيز حكيم، بدانید که الله توانمند حکیم است. واعلموا ان الله بكل شيء عليم، و بدانید که الله به هر چیزی داناست. واعلموا ان الله بما تعملون بصير، و بدانید که الله به آنچه انجام می دهید بیناست. واعلموا ان الله غفور رحيم، و بدانید که الله امر زنده بردبار است. واعلموا ان الله سميع عليم، و بدانید که الله شنوای داناست. واعلموا ان الله غني حميد، و بدانید که الله بنیاز ستوده است. اعلموا ان الله شديد العقاب، و ان الله غفور رحيم، بدانید که الله سخت کیفر است و در عین حال الله امر زنده مهربان است. فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، بدانید که الله سرپرست و مولای شماست، چه نیکو سرپرستی و چه نیکو یاوری است. واعلموا ان الله مع المتقین، و بدانید که الله با پرهیزگاران است. واعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، و بدانید که الله آنچه را در دلهای شماست میداند، پس از مخالفت با او بترسید. فاعلم انه لا اله الا هو، پس ای پیامبر بدان که معبود به حق جز الله نیست. تقریبا 30 آیه در این زمینه آمده است. الله عز و جل اسماء و صفاتش را در قرآن مجید بسیار بیان فرموده و هیچ موردی را به این اندازه نیاورده است، زیرا موضوع مذکور برترین و مهمترین و والاترین مسئله است که در قرآن بیان شده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می گوید در قرآن کریم اسماء و صفات و افعال الهی بیشتر از موضع خوردن و نوشیدن و ازدواج در بهشت بیان و تکرار شده است. آیات مشتمل بر بیان اسماء و صفات او تعالی مهمتر از آیات مربوط و معهاد هستند و مهمترین آیه در قرآن کریم آیات الکرسی است که شامل اسماء و صفات الهی است. چنانچه مسلم رحمه الله در حدیث صحیحی آورده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابی بن کعب رضی الله عنه فرمودند آیا می دانی که کدام آیات در قرآن کریم بزرگتر بهتر است؟ ابی پاسخ داد الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله معبود برحق است، هیچ معبودی به حق جز او نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست خیش به سینه او زد و گفت این علم برایت گوارا باد ای ابا منذر. برترین سوره نیز سوره ام القرآن فاتحه است، چنان که در صحیح بخاری آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بس ابو سعید بن معلی رضی الله عنه فرمودند همانا نه در تورات و نه در انجیل و نه در زبور و نه در قرآن و
مانند آن نازل شده است و آن سبع مثانی هفت آیه است که دو بار نازل شده و قرآن بزرگ است که به من داده شده است. در این سوره اسماء و صفات الهی بیشتر از موضوع معاد بیان شده است. در حدیث صحیحی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و با چندین سند روایت شده است قل هو الله احد معادل یک سیوم قرآن است. و نیز در حدیث صحیحی آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم و فردی که این سوره را می خواند و می گفت من آن را دوست دارم زیرا صفات رحمان است و اشارت دادند که الله متعال او را دوست دارد. بنابراین فرمودند که الله عز و جل کسی را که ذکر صفات او تعالی را دوست داشته باشد دوست دارد و این موضوع گسترده است. تمام موارد مذکور و روشنی بیانگر اهمیت و جایگاه و خیرات و فواید زیاد این علم شریف است و اینکه اصلی از اصول ایمان و رکنی از ارکان دین و اساسی از پایه های دین اسلام شمار می رود و مقام های رفیع و جایگاه های والایش مبتنی بر آن است و چگونه امکان دارد که امور و شرایط مردم درست و اصلاح شود بدون اینکه آفریدگار و پروردگار و روزی دهنده خیش را بشناسد و بدون اینکه اسم های حسنا و صفات والا و کاملش را که دلالت بر جلال و عظمت او تعالی می کند بشناسد و بدون اینکه بداند او معبودی بر حق است و هیچ معبودی غیر از او نیست. اما بیشتر مردم را آنچه برایشان آفریده شده است از آنچه برای آن آفریده شده اند غافل کرده است، در حالی که الله سبحانه و تعالی بندگانش را از این مورد بر حذر می دارد. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد الله غافل نکند و هر کس که چنین کند پس آنان زیانکاران هستند و فقط الله تعالی کمک کننده و توفیق دهنده برای هر خیری است.